با آقای نوریزاده شروع میکنه. آقای نوریزاده خیلی روشن هست علی‌رغم که خیلی در رسانه حرفش رو نمیزنن که دولت آقای نتانیاهو با دولت آقای بایدن اختلاف نظر جدی دارن در مورد آینده خاورمیانه، ولی آن چیزی که از سمت نتانیاهو نمیشنویم این هستش که آلترناتیو اونها چه هست. اگر راه حل دو کشوری نه، پس چه راه حلی رو باید پیش بگیرن؟ با درود به شما آقای امیر و بینندگان عزیز ایران اینترنشنال. ببینید دوست عزیز، آقای نتانیاهو فقط یک راه حل میشناسه: کوبیدن، ویران کردن و کشتن. و اینکه بالاخره سرزمین‌ها رو نگه داشتیم، اسلو رو امضا کردیم، ولی موفق شدیم 25 سال طولمون رو بنزیم بالا تو سر فلسطینی‌ها بزنیم و مجال بدیم به رژیم‌های مثل جمهوری اسلامی که این گروه‌های تندرو رو پرورش بده، تعلیم بده، تکنولوژی رو که نداشتن بهشون بده و حالا بتونن موشک 5 متری پرتاب کنن، در حالی که روز اسلو اینا رو نداشتن. ببینید آقای نتانیاهو هیچ سیاستی نداره، اصلا یه رئیس و یه نخست وزیر بی سیاسته، فقط کوبیدن، ویران کردن، قلدری. این قلدری هم در محله خاورمیانه دیگه خریدار نداره. اگه آقای نتانیاهو میخواد صلح ابراهیم رو پیش ببره، با عربستان سعودی هم صلح کنه، معادله رو باید از چند طرف بررسی کنه. همطور نمیشه، من میزنم میکشم، شما هم بالاخره باید بیاین با من صلح کنیم. نمیشه اینجور. صدای مصر و اردن که دورترین روابط با اسرائیل دارن در اومده. تا کی این بچه هایی که پشت شدن پدراشون رو میبینن، ویرانی خانهشون رو میبینن، فردا اینا میشن همین ابوهایی که الان در حماس هستن، شاید هم بیشتر. دنیا ببینید، تمام دنیا، همه ماها بعد از هفته اکتبر با تمام دل محکوم کردیم حماس رو و اسرائیل رو مظلوم دانستیم. اما امروز چه دنیا چه جور نگاه میکنه؟ امروز در لندن از هر 10 تا انگلیسی 8 تاشون میگن اسرائیل محکوم، باید به یه راه حل سیاسی برسه. آقای جو بایدن هم به این نتیجه رسیده. آمریکا بعد از پرزیدنت کلینتون این نخستین باره که با این صراحت تأکید میکنه فرمول دو دولت باید انجام بگیره. این همون فرمولی است که امیر عبدالله وقت ملک عبدالله بعدی پادشاه سعودی سال 2002 در بیروت در کنفرانس سران عرب ارائه داد. همه پذیرفتن جز دست راستی های اسرائیل. آقای امیر خوشحالم که شما رو دوباره در کادر تلویزیون میبینم. چقدر فکر میکنید که این سیاست پادر هوا میتونه امتداد پیدا بکنه؟ به نظر نمیاد آقای نتانیاهو کوچکترین تمایلی به تشکیل یک کشور فلسطینی نشون بده. با ابراز سپاس و خوش آمد با آقای نوریزاده و با سپاس از شما، ایشون مطالب متعددی رو گفتن که واقعا جواب داره، یکی یکی جواب داره. ولی در پاسخ به پرسش مستقیم شما، ببینید الان مسئله‌ای که هیچ کس و حتی در اسرائیل پاسخش رو نمیدونن این است که فردا چه خواهد شد. و در اسرائیل انتقادها از دولت آقای نتانیاهو بالا میگیره در این مورد که میگویند باید شما برای ارتش خط مشی تعیین بکنید، هدف نهایی چی هست که بر حسب اون ارتش بتونه برنامه های خودش رو تنظیم بکنه. ولی پاسخی هم به این انتقاد شدید هست و اون این است که تا هنگامی که سرنوشت غزه مشخص نشه و میزان موفقیت و دستاورد اسرائیل در سرکوب حماس مشخص نشه، تا هنگامی که نبرد ادامه داره و نمیشه گفت که چه طرحی رو میشه برای آینده غزه تعیین کرد. متاسفانه تمام راه حل هایی که پیشنهاد میشه هیچ کدوم به نظر من عملی نیست. ما پاسخ های منفی آقای نتانیاهو رو میدونیم. ایشون گفته است که حکومت خودگردان فلسطینی نباید بر غزه حکومت کنه. چرا؟ به خاطر اینکه آقای محمود عباس گفته است که در هر راه حل نهایی باید وزنه‌ای و مقامی و مکانی رو نیز به حماس داد. آقای نوریزاده باید در نظر بگیرن که حماس بود که به اسرائیل حمله کرد، حماس بود که انسانهای اسرائیلی رو کشت. اسرائیل وارد غزه شد
که از جان و امنیت مردم خودش دفاع بکنه. با ائتلاف عربی هم ولی مخالفت کردن آقای امیر، یعنی هیچ من با تمام مخالفت ها مشکلی ندارم، ولی آلترناتیوی هم روی میز نمیذارن که خیلی خب ما با این و این و آن مخالفیم ولی راه حل این هست. یک راه حلی که پیشنهاد میکنم و به نظر من عملی نیست این است که غزه رو، مدیریت غزه رو بسپارن به دست عربستان و امیرنشین‌های حوزه خلیج فارس و شاید مصر. هیچ کدوم حاضر نیستن بر حسب اون چی که من درک میکنم. و آقای نتانیاهو میگوید که ما میخواییم امنیت غزه دست ما باشه. اینم باز مشکله، چطور ممکنه که امنیت غزه دست اسرائیل باشه و حکومت غیر نظامیش در دست دیگران باشه؟ چطور میشه اون محور فیلادلفی رو که محل تلاقی مرز غزه با مصر هست و پر از تونل‌های زیرزمینی هست اونجا رو کنترل کرد که اسلحه دیگه وارد غزه نشه؟ این مشکل بسیار لاینحلی به نظر من میرسه. ولی پاسخ کوتاهی به سخنان آقای نوریزاده، من بارها گفتم اسلو رو یاسر عرفات خیانتکار و تروریست شکست و مخالفان عرفات مثل حماس و دیگران اسلو رو اسرائیل امضا کرد با این تعهد فلسطینی که دیگر از این پس تروری صورت نگیرد و مشکلات و اختلافات از تموم شد. عرفات که کشته شد، ابو عرفات مرد. نه عرفات مرد، ولی اجازه بدین آقای نوریزاده، اجازه بدین فلسطینی ها بودن که اسلو رو زیر پا گذاشتن نه اسرائیل. این یکی. دوم، در مورد طرح عربستان سعودی بارها من توضیح دادم در سال 2002 طرح عربستان شامل حق بازگشت 6 میلیون نفر فلسطینی به اسرائیل بود. یعنی فلسطینی ها کشور اردن رو دارن، میخواهن کشور مستقل خودشون رو برپا بکنن و 6 میلیون فلسطینی رو به اسرائیل بفرستن. کدام آدم عاقلی میتونه این طرح رو؟ درست نیست آقای امیر. آقای امیر این ارقام درست نیست. من حرفم رو اجازه بدید. نه شما هم اجازه بدید. نه من یه جمله دیگه و حرفم تمام میشه. که کشور اردن رو دارن، حکومت مستقلشون رو میخواهن و به 6 میلیون نفر حق ورود به اسرائیل رو میدن. ممکنه 1 میلیون بیان، 2 میلیون بیان، ولی 6 میلیون اجازه خواهند داشت. خب یعنی این انهدام کشور اسرائیل به عنوان کشوری که برای ملت یهود ساخته شده. ببخشید، یک یهودی قزاقستانی حق داره بیاد اسرائیل خونه بگیره زندگی کنه، اما یه فلسطینی بله. که ریشش در اونجاست، نخل جلو خونه، زیتون جلو خونش 1000 سال اونجاست، الان هم در برزیل زندگی داره، زندگی میکنه، کار میکنه، تو امریکاست، اون حق نداره بیاد، حتی بیاد خانهش رو ببینه، حتی بیاد قبر جدش رو. آقای نوریزاده خدمتتون عرض کردم 60% از اهالی اردن فلسطینی هستن. اونها میگن کشور مستقل خودمون رو در کرانه باختری شرق اورشلیم و نوار غزه میخواهیم برپا بکنیم. خب تازه با وجود این میخوان که بیان در اسرائیل ساکن بشن. سه نسل گذشته از اون دوران، از دوران خروج داوطلبانه اعراب از خاک اسرائیل. آقای امیر، پس اگر درست متوجه شده باشم شما میفرمایید که اردن کش ببخشید چون اکثریت جمعیت قابل توجه فلسطینی تبار داره، شما در واقع دارید میگید که اردن دیفکتو یک سرزمین فلسطینی است، آنجا کشور فلسطینی هاست، در واقع شمایید که الان دارید میگید از رودخانه تا دریا همش اسرائیل باشه، اینطور نیست؟ من یه نکته رو براتون بگم، من کسی در اسرائیل شعور نداده و ارقامی میدن که این ارقام درست نیست. شما با رقم غلط با منطق قیاس میتونید به نتیجه مطلوب برسید. درستش رو بفرمایید. 6 میلیون فلسطینی بر نمیگردن.
مسلمه، ولی 6 میلیون حق بازگشت داشته باشن. حق بازگشت. آقای امیر، ولی همین حق، ببخشید آقای نوروزاده حرفتون رو قطع میکنم، اما همین حق بازگشت اما شامل همه یهودیان سرتاسر جهان نمیشه؟ یعنی الان یک یهودی در کره جنوبی باشه یا در برزیل یا در کانادا میتونه فردا بیاد در اسرائیل و اونجا سکنا بگیره، اینطور نیست؟ یهودیان 2000 سال آواره بودن در همه کشورها، کشتنشون، 6 میلیون نفر قربانی دادن چون کشوری نداشتن، ارتشی نداشتن، به سرزمین پدری خودشون، جایگاه بیت المقدس یهود، جایگاهی که حضرت با روش آقای نتانیاهو بسیار هزار تا الان 30,000 تا آقای نوریزاده رسیدیم به رقم فلسطین. آقای نوریزاده تا در دوران 400 سال امپراتوری عثمانی بر این منطقه نامی از فلسطینی وجود نداشت. در قطعنامه 1947 سازمان ملل گفته دو کشور یهودی و عربی، فلسطینی نبوده. واژه فلسطینی از روزی از جنگ شش روزه به بعد به عنوان یک واژه تاریخی، فلسطین لغت تاریخی، فلسطین یک واژه فلسطین یک واژه رومیه که رومی ها بعد از اینکه اسرائیل رو ویران کردن، یهودیان رو تبعید کردن به کشورهای خارجی، ارث اسرائیل یا The Land of Israel رو تبدیل کردن به فلسطین، که واژه پلیشتیم هست در تورات آمده که یک قوم راهزنان دریایی بودن که احتمالاً از دریای اژه آمدن و در ناحیه که امروز غزه هست مستقر شدن. واژه فلسطین اصلا واژه عربی نیست، این را رومی ها بر سرزمین اسرائیل گذاشتن به این هدف که نامی و تمدنی و اثری از یهودیان در این سرزمین باقی نمونه. بعد از 2000 سال پراکندگی بازگشتن به سرزمین. نه ببینید، شما یه طرفه میرید، جد مادری منم تو باکو به دنیا آمده، من الان برم بگم باکو سرزمین منه؟ آخه ببینید، انصاف داشته باشید. دو کشور داخل عادلانه است. شما بخشی رو دارید، فلسطینیان رودخانه ساحل غربی رود اردن و غزه رو، باید شما اقرار کنید ملتی به نام فلسطین وجود داره. سازمان آزادی من... اعتراف کرد جلوی آقای کلینتون، همون عرفاتی که کشتنش، اونم اعتراف کرد. آقای نوریزاده این پشتش دارم از شما برای یه پشتش دارم ازتون، خواهش میکنم اجازه میدین؟ نه میگم شما اوکی. اندازه نگه دارین که منم بتونم حرف بزنم. بر خواهش میکنم. پرسش من این است، پرسش من این است که شما میفرمایید کشور مستقل فلسطینی در کرانه باختری، شرق اورشلیم و نوار غزه، بله درسته؟ بله درست، صد درست درسته. تا پیش از جنگ شش روزه 1967 کرانه باختری دست اردن بود، شرق اورشلیم دست اردن بود، نوار غزه تحت اختیار و نظارت مصر بود. چرا تا اون هنگام کشور مستقل فلسطینی رو برپا نکردن؟ این یک مورد. یه سوال، سوال دوم این است که الان کی میتونه رهبر فلسطینی ها باشه؟ آقای محمود عباس که دکتراشو در انکار هولوکاست نوشته و این جنایات حماس در غزه رو اعلام کرده، شما هم فلسطین رو دارید انکار میکنید، ولی زنده یاد رابین آمد فلسطین رو پذیرا شد و با وجود همه تلخی که تو صورتش بود صلح رو پذیرا شد. شما نمیتونید فردا قیامت بگین آقای ابو مازن درسش راجع به فلان بوده. خیلی خوب، خیلی از مردم ایران قبل از انقلاب انقلابی بودن ولی حالا نیستن. بله، عرفات آمد و ترور رو از سر گرفت، اتوبوس ها در اسرائیل منفجر شد. جمهوری اسلامی پول داد که برن خود منفجر کنن. این جمهوری اسلامی عرفات حمایت میکرد از این جریان. ببینید الان ما با کدوم فلسطینی، به کدوم فلسطینی اسرائیل میتونه اعتماد بکنه و بگه بیا؟ آقا یک راه حل پراگماتیک هم باید وجود داشته باشه. بالاخره ببخشید آقای نوریزاده حرفتون رو قطع میکنم. خب آخه یعنی چی؟ یعنی تا ابد باید در همین پادر هوایی ادامه داد زندگی رو؟ نه ببینید، 75 سال
به اسرائیل ظلم کردن، ستیز کردن، اسرائیلی کشتن، انفجار انجام دادن و غیره. و الان اسرائیل نمیتونه نه با حماس صلح بکنه، نه با دولت فاسد و بیکفایت آقای محمود عباس. فساد مالی داره آقای ده ها شخصیت برجسته استاد دانشگاه توشن، ایشون میگه دولت فاسد. مگه دولت اسرائیل فاسد نیست؟ مگه همین آقای نتانیاهو محاکمه نشد؟ قبول دارم که آقای در بین فلسطینی ها شخصیت های برجسته ای هستن. دولت آقای محمود عباس دولت فاسده، شما اینو نمیتونید انکار بکنید، هم فاسده و هم بیکفایته. ولی در بین فلسطینی خود نخست وزیر اسرائیل هم در داخل خود اسرائیل، دیگه دادگاه بین المللی دادگستری در لاهه نیست، در خود اسرائیل هم اتهامات فساد داره. بله ایشون برکنار خواهد شد، به موقع خودش برکنار خواهد شد. خب عباس هم ممکنه برکنار بشه دیگه، یعنی یه سوزن میگن به خودمون بزنیم یه جوالدوز به دیگری، اینطور نیست؟ بله به همین علت. یکی از پاسخهایی که میتونم بهتون بدم که پرسیدید آینده چه خواهد شد، الان اسرائیلی ها در جستجوی شخصیت های فلسطینی هستن. مثلا اسم آقای مروان برقوفی آورده میشه، فردی است که به اتهام کشتار، مسئولیت کشتار دهها اسرائیلی حبس ابد داره و در زندان به سر میبره. یکی از افرادی که ممکنه دعوتش کنن که دولت بعدی رو برپا بکنه، دولت فلسطینی رو، ممکنه او باشه. ببینید اعتمادی بین طرفین وجود نداره. وقتی که در کودکستان غزه جلیقه انتحاری کشف میشه، که یعنی کودک فلسطینی رو از 5 سالگی 6 سالگی بهش یاد میدن که چطوری خودتو بکشی که دیگران رو بکشی، یا سرباز اسرائیلی رو بکشی. آموزش و پرورش در میان فلسطینی ها متاسفانه همش رو به جنگ، رو به ستیز، رو به تروره. من بسیار بدبینم، باید یکی دو نسل، دو نسل از اکثر باید بگذره. سیستم آموزشی در بین فلسطینی، چهار نسل دیگه هم بگذره، این نوع اندیشه به صلح نمیرسه. برای اینکه شما میگید 7 میلیون 6 میلیون اسرائیلی کشته شدن، آیا منتظر این 6 میلیون فلسطینی هم کشته بشن که بعد بگیم اینا حق دارن؟ نه، میشود با همین 24 هزار تایی که کشتن حداقل به فلسطینی ها مجال بدن، داشتن به صلح فکر میکردن. من باشون حرف میزدم. نمیکردن آقای نوری زاده، به صلح فکر نمیکردن. فقط دنبال صلح. الان 10 ساله که دنبال صلح، 10 ساله که حماس که بر غزه مسلط شده، خودش رو برای حمله امروز به اسرائیل آماده میکنه. 3 بار 4 بار در لعنت بر حماس، لعنت به کسایی که به حماس پول میدن و الان هم میدن. ولی اونجا یه ملت پس اسرائیل با کی صلح بکنه آقای نوری‌زاده؟ با کی صلح بکنه؟ با دولت شرعی خودمختار فلسطین باید صلح کنید. این دولت مجال پیدا بکنه، دولت شرعی خودمختار فلسطین. آقای نوری‌زاده، دولت شرعی خودمختار فلسطین 10 سال انتخابات نکرده. کجا شریع؟ برای که حماس انتخاب میشه، شما خودتون اعتراض داشتید. دقیقاً آقای نوری‌زاده، الان حماس انتخاب نمیشه. دستتون رو میبوسم که الان اگر انتخابات آزاد بشه، در کرانه باختری این رو نظرسنجی کردن، 83% از مردم کرانه باختری به حماس رای خواهند داد. الان نه، این جنایت حماس رو از چشم مردمی انداخت که نه خونه داره. شما فقط مجسم کنید تو این سرما، دوست عیدمای فرزاد نگاه کن، در غزه در سرمای وحشتناک یه مادر با 3 تا بچه باید تو خرابه بچه‌هاشو غذا بده، شوهرش هم کشته شده. آخه ببینید انصاف، ما بشریم، ما انسانیم. انصاف آقای نوری‌زاده، اجازه بدید. بله. من در دقیقه اجازه بدید. من از انصاف منم از انصاف صحبت کنم. 105 روزه که 139 نفر اسرائیلی و از جمله یک بچه 1 ساله که تازه دیروز تولد شد، یعنی وقتی رو بودنش 9 ماه داشت،
در زندان به سر میبرن، در گروگانن، دارو ندارن، غذا ندارن، هیچ چیزی ندارن. این یکی حملات موشکی. گروگانایی که آزاد شدن گفتن به ما غذا میدادن، ببینید، ولی اون بسیار کم میدادن. غذا کی به فلسطینی غذا نداده؟ چرا نداره؟ ببینید، وقتی که حماس به اسرائیل حمله کرد باید این حساب رو میکرد که اسرائیل قوی تره. ارباباش در تهران بهش گفتن فکر نکن، گفتن مثل پس گناه ما چیه آقای نوریزاده؟ گناه ما چیه؟ چه ما چه گناهی داریم؟ شما حالا میگم گناه شما این ماجرایی از بعد از اسلو هزار عرفات اشتباه کرد، شما هم ترتیب کارشو دادید رفت به لقاء الله. ولی آدم یا آره یا نه، این تایید نشده. خانم اشراوی اونجا بود، شخص آقای دهلان بود، کسایی بودن که شما میتونستید باشون مذاکره کنید که ابو مازن تقویت بشه بعدم محترمانه بره کنار. ولی نبیل ابو رودینه هست، کسای دیگه هستن اونجا، آدم های برجسته هستن. شما باید حقیقتی رو بپذیرید. There is a nation called Palestine. یه ملت به نام فلسطین هزاران سال وجود داره و در اونجا بوده. شما این رو قبول ندارم از نظر تاریخی. قبول ندارم در امپراتوری عثمانی نامی از فلسطینی ها نبود. بعد از در دوران قیمومیت بله بفرم. شما کتاب تاریخ فلسطین رو بخونید، در اونجا نام فلسطین رو در تمام متون تاریخی میبینید، در همون دولت عثمانی پاشا تعیین میکنه برای فلسطین. پاشا تعیین میکنه برای نبود. اشتباه میکنید آقای نوریزاده، اشتباه میکنید. انشالله در یه فرصت بنده کتابا رو میچینم اینجا براتون. بخشی از سنجک شام بود. سنجک یعنی استان یا ولایت. بخشی از سنجک شام بود، اصلا نامی از فلسطین نبود. اورشلیم یک شهر نسبتاً خلوت و منزوی بود، اسمی از فلسطینی نبود. حالا کاری نداریم، بیاید گذشته رو به کنار بذاریم. من هم مثل شما عقیده دارم که فلسطینی ها مظلومن، فلسطینی ها حق دارن از استقلال برخوردار بشن، فلسطینی ها میخواهن ملیت خودشون رو بسازن، بهشون حق میدم، ولی نه به حساب ملت اسرائیل. تا سال 1967 اونها ترور فلسطینی میخواست اسرائیل رو نابودش بکنه. الان ما اگر بیایم و کشور مستقل فلسطینی رو در شرایط کنونی برپا بکنیم، یعنی اینکه به حماس امکان بدیم که آسان‌تر بتونه اسرائیل رو نابود بکنه. من با درد زیاد این حرفا رو میزنم، ولی راه حلی نمیبینم. ولی شما آقای نتانیاهو 5 تا حماس دیگر رو دونش رو کاشتن. این حماس رفتن آقای نوریزاده ببینید، نزاع فلسطینی ها با اسرائیل 75 سال ادامه داره، هیچ ارتباط مستقیم. آقای من سعی تو بحث شما خیلی وارد نشم، برای اینکه خودتون داشتید پیش می‌بردید، ولی واقعا دیگه فرصتمون به پایان میرسه. ممنونم از هر دوی شما، علیرضا نوریزاده رئیس مرکز مطالعات ایران عرب از لندن و منشأ امیر روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور اسرائیل از اورشلیم با ما.